acare Nasıl işedileri Kuç bir davran sıhta Mümkuşa bazarı Ah dörü toğu suten didirgim Dörü toğu suten didirgim Vırlam tenyadan alım Le dürit le jin bezarım Le dürit le jin bezarım Le dürit her demden alım روزی که از تو جداشم روز مرگ خنده همه روز تنهایی دستم فصل سرد گری همه توی اون کوچه غمگین جای پاهای تو مونده هنوزم مونده ده مجنون عطر قلب تو پوشونده بعد تو گریه رفیقم غم تو داد فریبم حالا من تنها و خسته توی این شهر غریبم توی این شهر غریبم آره من اینجا غریبم درود گرم به شما بینندگان عزیز تلویزیون پارس برنامه دیدگاه مهسا راست میگفت توی این شهر غریب بود از سقف زمرد به همراه برادرش و اعضای خانوادهش تا تفریحی بکنن چند روز در این شهر گشت و گذاری داشته باشن و در این شهر غریب یک افسر کثافت سپاه پاسداران 11 بار سرش رو به دیوار کوبید تا خون از گوشش زد بیرون و افتاد پایین و اینا منتقل کردن به بیمارستان که در اونجا در حال درگذشت یادش گرامی باد به هر حال جرقه ای زده مرگ او به سراسر ایران سرایت کرده و میدونیم که همه مردم یک بعد از دیگری در شهرهای مختلف به پا خواستند رشت و تبریز و اینا آخرین شهرهایی بود که پیوستند و مهمترین نکته ای که این روزها قابل توجهه اینه که مردم دنبال این افسران و در حال این ماموران گارد میکنند و اینا رو میزنند و اونا دست مردم فرار میکنند و خودشون رو نجات میدن کار بیخ پیدا کرده برای سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی و بهترین کار واقعا اینه که افراد سپاه پاسداران متوجه باشن که دیگه کار شرمناکی انجام شده و ببینین که چجوری مردم میریزن و این افراد پلیس و اینا رو که دخترهای مردم رو به کش به کش سوار وهم میکردن میبردن به در حال معلوم نیست به چه نقطه‌ای در اونجا چه بلایی سرشون میبردن یه خط ما سیاوش عبستای عزیز اومده و ایشون هستن و الان یک جلسه خیلی مهمی در پلیس داشتن و قول دادن که هر جور شده خودم رو به اون جلسه میرسونم به این برنامه و خوشحالم که در خدمت ایشون هستیم درودی گرم به شما درود بر شما مهربانیار استاد سیریس شرفشاهی درود دارم به برادر مهندس شجره کارگردان برنامه های شهرتی و بینندگان مهربان در سراسر سر جهان امیدوارم حالتون خوب باشه شاد باشید شوربختانه این مهسا هر چند شوربختانه است که من به مادرش خانوادهشون همه همدردی خودم رو پیشکش میکنم و همدردی ملت ایران رو ببینید با چه شکوه و عظمتی مهسا رو جاودان کردند آقای شرفشاهی دریچه بزرگی برای آزادی باز شد بله و انقدر این سپاه پاسداران نگران و ناراحت بود که اصلا مجال نداد تا یه شب گذشت اینو سوار هواپیما کردن شبانه منتقل کردن به در حال سقز و پدرش گفتن همین امشب اینو خاکش کنین پدرش گفت نمیتونیم باید بشه لااقل فردا این کارو بکنیم امروز نمیتونیم اینا سماجت داشتن که همون شبانه که با هواپیما آوردنش اونجا تحویل دادن خاکش کنن ایران آقای سیاوش عبستا امیدواریم که مردم ایران نتیجه بگیرن آقای شرفشاهی حتما میگیرن من نخست میخوام از برادرم امیر شهرتی سپاسگزاری کنم چون از اول برنامه تقریبا میبینم که آقای شهرتی فیلم های خیلی خوبی تازه ترین فیلم ها براتون پخش میکنه و جالبه بهتون بگم که خودش مرد مبارز آقای امیر شهرتی خودش نه خیلی فعال ایشون واقعا خدا حفظش کنه افتخار ما اینه که ایشون اینجا داریم بله آقای سیروس شرفشاهی من الان
پیش از اینکه با شما گفتی و کلم یکی از دوستانم که رئیس یک رادیو معتبر فرانسویس به من زنگ زد و من گفتم این موقع شب دیدی چه کار داری حال تحوید، گفت میخوام فردا دعوتت کنم روی آنتن ما باشی و این حرفا. گفتم در چه مورد؟ گفت به نظر تو در چه مورد؟ من مونده بودم که در مورد مکرون نشست امشب ماست بازی دادگستری چیه. من خودم متوجه قضیه نشدم، گفتم در این مهسا دیگه، گفتم این مهسا هم تو میشناسی؟ گفت ما از شب پشت گذاشتیم روی این قضیه. و همونطور که آقای دکتر قرقوز گفتن، تمام رسانه‌های فرانسوی و جهان رو من میبینم که رفته روی مهسا و داره در این مورد صحبت میکنن. من میخوام امشب اینو فقط به ملت سرفراز ایران بگم. ملت سرفراز ایران باید بدونن که این بار به خانه ها نباید برگردید، به خانه نباید برگردید و دو تا کار مهم باید بکنید. نخست این که حتما این فیلم هم آقای شهرتی خواهند داشت پخش میکنن. نخست این که یادتون نره نبرد ما با یک نفر نیست، با دو نفر نیست، نبرد ما با سادات تازی حاکم و روحانیت انگلیسی است که از 1400 سال پیش سادات تازی 2300 سال پیش از آن صفویه روحانیت رو برای ما ساختن، پدر ما رو در میارن. من اربابشون هم در انگلیس مرده جان، اربابشون هم در انگلیس مرد دیگه. بله، حالا میخوام همین رو بگم آقای شرفچایی. با مرگ ملکه انگلیس یک تحول، من این رو قبلا بهش اشاره کوتاه کردم، امشب باید باز کنم، چون اینها خودشون رو نباید بندازن روی موج. به همین خاطر این نکته خیلی مهمه که دوستان همه توجه کنن و پافشاری کنن. این چارلز سوم یا شارل سوم که اومده، این رفیق اصلاح طلب هست، یعنی یکی از پایه‌هایی که در جهان اینا اصلاح طلبا رو ساختن و پول در اختیارشون گذاشتن، میلیاردها دلار هم و همچنان که شما میدونید الان هزاران نفر بچه هاشون رو با میلیون ها دلار آوردن کانادا و امریکا و تو لندن و چه و چه. صد درصد انگلیسی همشون، آخوندها کلن انگلیسی، کل روحانیت بود جرم که هفته پیش گفتم. اینا الان در نظر دارن بیان برای اینکه از این پروسه عبور کنن، بیان خاتمی رو رهبرش کنن، میر حسین موسوی رو رئیس جمهور یا نخست وزیر، و خامنه هم که مرده اصلا وجود نداره، و مشتبه هم سرش بیکنه به پره بره، بعد همه هم خوشحال کنن. مثل همون موقع که میر حسین موسوی رفته بود هفت تا وزارتخونه رو امضا داده بود که دست خامنه ای باشه و غیره و غیره. یک کارای شد که این احمدی نژاد که شد رژیم ساقط بشه، اما اینا باز خودشون انداختن روی موج شورش مردم و اون رو سرکوب کردن. حالا این بار مردم باید بدن گول نباید بخورید، همونطور که خانواده مهسای عزیزم گفتن، اینو میخوام بگم که آقای شهرتی ویدیو رو داره بذاره، یک دقیقه است خانواده مهسا اجازه ندادن که هیچ گونه آیین اسلامی روی مزار این بچه برگزار نشه. کتک زدن آخونده رو، همونه که اومده بودن حمد والله بخونن و اومده بودن نماز بخونن و اومده بودن قرآن بخونن و با اردنگ اینها رو از اونجا بیرون کردن، گفتن ما مسلمان نیستیم، بچه ما رو کشته، ما مسلمان نیستیم. ملت ایران یادتون نره اگر به اسلام محمد و حسن و حسین که حمله کردن بهتون، همینجوری شما رو کشتن و به غلامی و به بردگی بردن تا گیلان و مازندران و بعد هند، شما رو ما رو دنبال کردن، قطرام کردن سیستان و بلوچستان و آتورپات و اینا، تو تله نیافتید فردا بیان بگن جای مشتبه میخوایم خاتمی رو بزنیم. شورشتون که بره ادامه پیدا بکنه، پیروزی با ملت ایرانه. آقای چرفشید، آقای دیدیه که به من زد حرف قشنگی به من زد، گفت تو فردا اگه دلت خواست اینو مطرح کن، بگو در تونس یک محمد و عزیز به فروش از فروش خودکشی کرد، سوختن یک نفر رژیم تونس عوض کرد. البته قبلش 17 دسامبر ایشون اون کاری کرد، ولی در ماه نوامبر من برای نخستین بار بعد از 22 سال وزیر اطلاعات امنیت حبیب بورقیبه رو آوردم پای رادیو و تلویزیون هم به زبان فرانسوی، و این مرد در یک ساعت، آقای احمد بن نور، همه اسرار دزدی ها، قتل ها، جنایت های زین العابدین رو گفت و گفت زین العابدین رو من خودم آوردم گذاشتمش
مامورش کردم توی ارتش و فلان و فلان، بعد اومده خود ما رو انداخته بیرون و برقیبر بازنشستی کرده دوزی هم فکلان. بعد از اینکه آقای احمد بن نور این مصاحبه کرد یک ماه قبل بود، خیلی شروع، هنوز فیلم روی اینترنت هست آقای شرف شویز هم فرانسه هست. دیجا ویزیت آن فرانس تو پی پلوزیر آنه؟ وی صفه 24 آن پپره 24 آن بود پر جیتی امباسادر جیتی ویس مینیسر دلا دفانس défense internationale, donc je vais occuper des postes de confiance. Et il m'a accordé toujours sa confiance. Bravo. Moi, ne puis-je pas être, disons, fidèle à cette image, à cet homme, dont l'objectif, au lieu de penser à l'essentiel, il se bagarre, il se querelle. Qui va remplacer Bourguiba? Et lui, il a joué là-dessus. Il a profité un peu. Il était très proche de la nièce de Bourguiba. Ah bon, la nièce? La nièce de Bourguiba. C'est sa femme toujours, non? Non, non, ah, c'est une amie. C'est sa nièce. C'est sa nièce. Elle est morte maintenant. Ah, elle est morte, d'accord. La politique. Et il nomme un militaire premier ministre. Ah, il a mis Ben Ali premier ministre. Ah, ça a fait ça, il a pris la place. 17 jours après le coup d'état. این موارد توش اومد که گفتن این بوده که به مردم آگاهی و اطلاعات داده که این دزده بابا. حالا دزد بودن و جانی بودن و جنایتکار بودن آخوند و شیخ و ملا و سادات تازی رو که شما از قرنها میدونید مردم ایران، گولتون نزنن. این بچه جناب شرف شوی بتونیم بگم با برنامه این محسای عزیز منم کشتن. این مردک حسینی که شما فرمودین فرمانده سپاهی میخواست بره کربلا حرومزاده، با خودش گفت من بزنم یک دختری رو کسی رو بکشم که وقتی میرم اونجا اینا ثواب میکنن. همونطور که بچه های من اون سال نهضت دانشجو از اون بالا پرت میکردن پایین میگفتن فاطمه زهرا قبول کن. مهسا با خانوادهش رفته بوده شمال های شرف ری، از شمال سر میکردن میره کرج، در کرج خونه دایشه و خالش، بعد با پسر خالش و برادر خودش و سه تا از فامیلاش دختر خالش اینا میان بیرون که برن تهران یه تفریح بکنن، پارک آبی هست جایی برن بازی کنن. آقا همه اینا رو میگیرن، توی همه اینا به زیباترین، مهربانترین، باهوشترین دختر گیر میدن. عشقی تو بوم بجاره نسکولی شد لاره کچ پی دبران سخته ممکوژا بازاره. اخ دوری تو ستندی جرگم، دوری تو ستندی جرگم، ورلام تنیا دنالم لدوریت لجین بزارم، لدوریت لجین بزارم، لدوریت هر دم دنالم. روزی که از تو جدا شم روز مرگ خنده همه، روز تنهایی دستم فصل سرد گری همه، توی اون کوچه غمگین جای پاهای تو مونده، هنوزم مونده ده مجنون عطر قلب تو پوشونده. بعد تو گریه رفیقم، غم تو داد فریبم، حالا من تنها و خسته توی این شهر غریبم، توی این شهر غریبم، آره من اینجا غریبم، حالا من تنها و خسته توی این شهر غریبم، توی این شهر غریبم، آره من اینجا غریبم.
به خاطر اون لباسش که مادرش هم میگه، مادرش میگه این لباسش چند متر هم رو سریش بوده. گیر میدن طفلی رو میبرن اونجا آقای شرفشاهی. و بعد اینجا اینو به شما بگم، همونطور که شما گفتین همه عالم و آدم و اینا میدونن رو در همون مقطعی که اینا میبرن تو اون سالن ارشاد فاسدشون، فیلمی که نشون میدن تقطیع کردن، در همون تایمه که ایشون وقتی که بهش شروع میکنن به فحاشی کردن بهش فحش میدن، این پا میشه خودش دفاع میکنه، از فحش ها دفاع میکنه، میگیرن اینو و کلشو میزنن و خروجی مغزی داخلی میکنه، داخلی. همه پزشکان همونطور که شما فرمودید متخصصین، اینجا پروفسور دادستان به من گفت، ایشون جراح مغز و رئیس بیمارستان بوده در پاریس، گفت که این از داخل خونریزی کردی بچه رو کشتنش و این مرتیکه حسینی کشتی که بمجه. حالا ملت ایران سلحشوران اومده به میدون آقای شرفی، آقای شرفی تمام شهرهای ایران در خونه. الان من با مشهد صحبت میکردم، گفته همه الان اونجا ساعت 11:12 گفته صدای تیراندازی میاد ولی مردم تو خیابونن. آقای شرفشویی در رشت مردم رفتن مسجد سبز رشت رو آتیش زدن با خاک یکسان شد. در همدان امامزادی داشته، امامزاده آتش زدن و شهرهای دیگه مسجد سوزی و به قوم هم میرسه، به اون قبر خمینی هم میرسه. قبر خمینی براتون نگه داشتن که این بت باشه با تا ابد. همه این بتخانه ها بایستی رقاصخانه بشه، مجلس و رستوران و کاباره جای دیسکوتک بشه، مدرسه بشه، آموزشگاه موسیقی بشه. این ملت سلحشور ایران که میبینید امروز دیگه به خانه بر نمیگیره. بچه ها اگر گولتون بزنن برید به خانه، همه این جانفشانی ها باز دوباره محو میشه. یک، گول نخورید با خاتمی، چون این شار باش رفیق این پرنس چارلز که شاه شده با خاتمی رفیق اینجوری و با باند اصلاح طلب ها کلن. و موسی گول نخورن از سیدی به سید دیگر. دشمن ما آرمانی هستیم و شخصیت ها، افکار، اندیشه های صحراگردان تازی رو حسین و حسن و محمدش هر کی باشه نمیپذیریم. با اعراب هیچ مشکلی نداریم، اعراب برادران ما هستن. ما با بنی هاشم که در ایران مهساهای ما رو 14 قرن دارن میکشن در نبردیم. این نبرد خون به پیروزی مردم ایران میرسه با مهر یزدان پاک. آی شرفشاهی عزیزم، بله این میبینین که آقای امیر شهرتی در لابلای گپ و گفت ما چه فیلم های جالبی رو، ویدیو های جالبی رو دارن نشون میدن و مردم چجوری این افسران در حال پلیس رو میگیرن تو خیابونا میزنن، لط و پارشون دارن میکنن. و امیدوارم که این ماجرا همینطور تا اونجای ادامه پیدا بکنه که دیگه رژیم و آخونده همشون فرار کنن از این معرکه‌ای که برای خودشون درست کردن. آقای در حال دکتر قرگزو پرسشی رو مطرح کردن که سازمان ملل چرا، دولت امریکا چرا اجازه داده که این مردک ابراهیم رئیسی بیاد اونجا. البته میدونیم که سازمان ملل یک قراردادی داره با دولت امریکا که تمام رهبران کشورها در هر شرایطی باید ویزا بتونن بگیرن و در جلسه سالانه اونجا بتونن شرکت بکنن. برای این اجباره که باید دولت امریکا به این میداد. ولی من در انتظار اینم آقای در حال ارستا که بشنوم تظاهرات بسیار گستردهی در نیویورک علیه این مردک جانی که اومده جنایت خودشو میگه. اینا 4000 نفر کشته، میگه این همه تروریست بودن. 4000 تروریست یه دفعه همه رو پشت همه آقا گرفتید کشته. این ماجرا رو و میبینین آقای اوستا این ویدیوهایی که داره نشون میدن، این افسرها رو یکی بعد دیگری چجوری تو خیابونا میگیرن، اینا فرار میکنن. به همین دلیله که من در شهرهای ایران اینطوری های شرفشوی و پاسدارا خواهش کردم که شرفشوی در نمیره. حالا آقای شرفشوی استاد، من یک مطلبی بگم که شما یک کمی خوشحال بشین، چون شما با این مکرون، این پسر خوشتی به ما مکرون خیلی همش تدرازش میکنین، یه چیزی تو میگم خوشحال بشین. اون اینه که فردا که شما روزنامه‌تون رو بخواین در بیارین، صفحه اول تیتر بزنید
من به شما اینو قول میدم، مکرون به رئیسی یقش رو خواهد گرفت در مورد حقوق بشر در ایران، در مورد جنایت هایی به نام گشت ارشاد و چه و چه، و حتی در مورد آزادی زنان. صداتون رفت. تیتر اول میتونید بزنید صحبتهای مکرون رو که پرخاشگرانه به رئیسی میگه این چه وضعیه ساختید، آبروی ما رو بردین به خاطر شما، ما این باید فوش بخوریم، این محصول چرا زدید، زنان ایران رو چرا چی کردید، برای همین مردم ایران روی سریا رو بسوزونید. به شما آقای شهرتی نشون داد در اکثر شهرهای شرفشاهی آتش که برافروخته شده با روی سری هاست. یک، روی سریا رو بسوزانید. دوم، هر گشت ارشادی رو دیدید بزنید. من آقای شرفشاهی این رو از قول یک فقیه میگم، من مخالف اسلام، مخالف فقاهت، مخالف تاریخ ننگین اسلام بر ایران، میخوام اونایی که مسلمونن بهشون از زبان اسلام سخن بگویم. این سخن رو شیخ علی تهرانی 42 سال پیش به من گفت، صداش هم الان هست. ایشون مجتهده، ایشون همون 40 سال پیش مجتهد بود و از خود خمینی رو گذاشت حاکم شهر استان و خراسان و غیره. میدونید استاد علی تهرانی به من نوشت روی یک برگ استنسل، صداش هم هست گفت، صداش هم هست گفت، گفت هر کس که در خیابان به شما حمله کرد شما هم بهش حمله کنید. واژه عربیش هم که نقل کرد از علی اینه، میگه رد الحجر من حیث جا. این بچه ها شما که مسلمونید این فرمان اسلام بهتون، هر پاید باشید از زنان ایران در برابر این گشت ارشاد و تمامی تبهکاران مسلح دفاع کنید، و هر کی بچه های ما رو اونجا زد شما اونا رو بزنید. آتیش داد آتیش بزنید، به مغز شما زد به مغز شما بزنید. آقای تهرانی در 29 خرداد 1360 اینو نوشت به من داد که اسمش گذاشته شد حکم زدن رهبران جمهوری اسلامی. اما اون موقع شوربختان مجاهدین من اینو دادیم به مجاهدین، قرار بود سران نظام بزنن، اونا سرانگشتان نظام شروع کردن بزدن که کار خراب شد. الان اینو بدونید، اگه تو بچه جان مسلمون هم هستی، حکم اسلامت اینه که رد الحجر من حیث جا، هر کی به شما ضربه زد چاد بزنید. چادر و چاخچور نه اسلامیست نه ایرانی، اینو یاسر عرفات هم میپوشید برای اینکه در صحرا که میره از گرد و غبار در امان باشه، وگرنه دخترای لبنانیش میرخصن همون شیعیانش، دختران ترکی و کردش مسلمان ها، همه مسلمان پاکستانی رو ببینید، حجاب هیچ ربطی به اسلام هم نداره، این یک ابزار فشار و سرکوب بر مردم ایرانه. و بزنید بچه ها هر که دختران و زنان شما رو زد. بله، درود ما به این مردمی که واقعا به پا خواستن و امیدوارم که این مبارزه و ایستادگی رو ادامه بدن تا اینکه این آخونده ها و این پاسدارا فرار کنن از این مملکت. این فرماندهان سپاه پاسداران رو نشونه بگیرین، اینا رو هر جایی میتونین پیدا کنین و جزاشون رو بذارین کف دستشون، بدونن که این جنایاتی که سالهای سال دارن میکنن و این دزدی ها و سرقت ها و این در حال باند بزرگ قاچاق مواد مخدری که در سراسر ایران دارن سراسر جهان دارن اداره میکنن، اینا باید در حال نتیجهش رو بگیرن. و این مردمی که به پا خواستن و همین الان هم که ما داریم صحبت میکنیم در خیابان ها دارن حرکت میکنن و شعار ضد خامنه ای دارن میدن و شعار ضد رژیم دارن میدن، این کار رو انقدر ادامه بدین تا این حکومت ساقط بشه و نجات پیدا بکنین از این فلاکت ها و اون پولایی که اینا اینجور میریزن به تروریست ها و اینا دارن میدن. و یک شنیدم گروهی از همین پاسدارایی که دارن کامل اینا عرب هم فارسی بلد نیستن و اینا همون از عراق اومدن واردشون کردن، اینا رو میونه پاسدارا اسلحه به دستشون دادن علیه مردم در حال اقدام میکنن و اینی که مردم رو میکشن و همین روزا چند تا جوون رو به خاطر همین تظاهرات کشتن، اینا میگن عراقی هن و جزء حشد و شعبی ها هستن. بنابراین این مبارزه مردم ایران، جوانان ایران هست. و من از بازار تهران بار دیگه میخوام
کرکرهاشونو بکشن پایین، بازار رو تعطیل کنن و شما به این مردم مدیونین به خاطر این خسارتی که به سالهای سال وارد کردین به این ملت و این رژیم رو حمایت کردین آوردین، چه در اصفهان و چه در تهران کرکره های بازار رو دیگه بالا نبرین و نرین سر کارتون، بذارین این رژیم در حال به مسیر سقوط خودش ادامه بده و مردم از این مبارزاتشون نتیجه بگیرن. آقای شرفشاهی، خبر آخری که بهتون بدم الان به من دادن اون اینه که اینها قبر رضا شاه رو خراب کرد، دیوانه و گجسته که پرید خمینی و خلخالی دیوانه، آرامگاهی که آثار باستانی بود و غیره. الان خبر به من رسیده بیش از 23 تا مسجد امامزاده توی ایران آتش زدن و آخرین خبر اینه بچه ها فیلم بگیرین که قبر خمینی هم داره در آتش میسوزه. آقای شرفشاهی، قبر خمینی هم مردم آتش زدن و اون بلایی که اینا سر آخوند ستیز، سادات ستیز، رضاشاه سیدی را تو شناسنامه برداشت، گفت تبعیض نژادی نیست، آخونده رو خر لباس کرد و و و اینها اومدن دوباره اینجور خودشونو به سامان رسوندن، با خون و جون ما دارن بازی میکنن. الان مردم ایران دارن انتقام رو پس میگیرن، فریاد میزنن که خواهر ما رو کشتی میکشیمت، فریاد میزنن ما مسلمان نیستیم. ای باکن نه هر بیش وقتی او اسلامی و او قانون نبود ازاعت نیوش خوین لسرین لسد دو کامونی خدا کشتا نه آنیا چون نیوش چی خوین لسرین نیم خوین جاتا چوز آنیا نیوش چی خوین لسرین او اسلامی و قبولی نبود، قبولی نبود چی نشوید قبولی نبود او خلقت مشاهد او اسلامی و قبولی نبود اسلامی قدر لاود باکا خطا یا معنی یا باکا من مليان دان ولد تاسوال سرمانی هاکی اسلامی ها خود گیر خدا اسلامی ها خود گیر ازده هاتی بستر یونیوز خیلی خدا ملکواتی داخل سینا خود مکن باکایی سینا فرمان میزنی که این جایگاه های تازیان در ایران باید ویران بشه. بله، بسیار ممنون از شما که وقتتون در اختیار این برنامه گذاشتین. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم.